سلام دوستان خوش آمدین به یک ویدیو دیگه در این ویدیو یوتیوب یک آپدیت از کل مارکت از بیت کوین و بعضی آل کوین ها را برایتان تان براتون پیشنهاد بدم که ویدیو را حتما تا آخرین دقیقه ببینین چون در این ویدیو در مورد آل کوین های خیلی زیاد صحبت میکنم اکثریت آل کوین ها را شما هم دارین فقط برتان پیشنهاد بدم که این ویدیو رو از دست ندین اما قبل از شروع ویدیو یک لطف کنین که همه تان برین پایین ویدیو کمی لایک کلیک کنید، با لایک هایتان کانال حمایت کنید، جدید هستین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنش آل قرار بدین تا ویدیو های جدیدی کانال از دست ندین امروز دوشنبه 17 اکتبر 2022 هستم همین لحظه ای که ما ویدیو رو برتان میگیرم بیت کوین روی 19300 دلاره اتریوم 1315 دلار بین بی 271 دلار XRP ار پی 46 سن. کاردانا 36 سن سولانا 30 دلار دوچ کوین بودن 6 سنت پول کادو 6 دلار و 18 سن خبر مهم از پول کادو برای شما دارم شیبا روی صفر اشاره 0.401 دلار هستند. پالیگان ماتیگم هم 81 سن فعلا ارزش کل بازار کریپتو روی 965 میلیارد دلار 0.7 درصد افزایش در 24 ساعت گذشته دامیننس بیت کوین 38.3 درصد مالیتیریم 16.4 درصد میزان حجم معاملات کل بازار کریپتو 42 میلیارد دلار بوده در 24 ساعت گذشته اگر یک سر بزنیم به تریدینگ ویو شاخص دلار فعلا روی دوازده هسته اگر بریم در یک تایمی رو ببینیم در چند وقت گذشته شاخص دلار همجوری رین میزنه همجوری که شاخص دلار رین میزنه بورس کریپتو هم رین میزنه زیاد فشار خرید و فروش داخل مارکت نیست که بتونه جهت مارکت تغییر بده سمارت مانیا در حال خرید هستن اما فشار خریدش خیلی زیاد نیسته و اونایی که مفروختن اونایی که ترسیدن دستان ضعیف فروختن از مارکت گم شدن رفتن بیرون فعلا یکی ده از هلدران بلند مدت داخل مارکت مانده و اینا هم زیاد خریدار نسته که بتونن مومنتوم ایجاد کنه خب دلیلش هم بیشتر به خاطر رویدادهای مکرو اکونومیک هستن رویدادهای اقتصاد کلان دیگه به نظر ما ما الان نظر به خبرهایی که از سمت اقتصاد کلان داریم در یک جایی رسیدیم که یک سری اتفاقا میتونه پیش بیایه حالا بزودی در ماش بر شما بیشتر صحبت میکنم اولین که اسمش چی هسته؟ وزیر اقتصاد فرانسه امروز صبح گفته که کار از گب زدن رد شده، کار از صحبت کردن رد شده. ما باید اینجا الان یک کاری به طور عملی انجام بدیم. فرانسه با کمبود پترول روبرو شده با بحران پترول روبرو شده و اشخاص خیلی زیادم استخدام کرده که بتونه کدام کاری در این رابطه کنم. میدانیم که وضعیت فعلی دنیا دنیا در گذشته کم داشته یعنی دو تا مشکل همزمان اول اینکه برای مثال اروپا با بحران غذا و انرژی روبرو شده و طرف دیگه بانک های مرکزی اروپا هم هی در حال افزایش سود بانک مرکزی هسته که میتونه باعث خراب شدن بازارهای کاری بشه باعث خراب شدن بازارهای مالی بشه یعنی در کل باعث خرابی بیشتر اقتصاد بشه و او طرف دیگه قطعی گاز و غذا اینا خودش یک تهدید بزرگ برای اقتصاد اروپا هستن مجبورن بانک های مرکزی یک کار کنن حالا تا یک حد دیگه میتونه ادامه پیدا کنه و حالا تصمیمات, اینا میتونه قطعا روی بازارهای مالی مثل بورس و دیجیتال تاثیر بگذاره به همین خاطر من میگم که ما الان در یک جایی رسیدیم که باید داده های اقتصادی کلانه خیلی دقیق دنبال کنیم او طرف دیگه خب مثلا شما میبینین یا با خبر هستین که چی در حال جریان هست در بریتانیا نخست وزیرش نخص وزیر اقتصادش نخست وزیر جدیدش که وزیر اقتصاد بر کنار کرد اعلام کردن که دوباره اوراقهای قرضه خوده پس خرید میکنن که بتونن یک مقدار یک نفس برای اقتصاد برای اقتصاد بریتانیا بده صندوق های بازنشستگی بریتانیا با کم بودی نقدی نگیر رو برو شده وضعیت اقتصاد خراب هستم وضعیت اقتصادی رو که فعلا بریتانیا داره واقعا کم تجربه کرده و این طرف دیگه خبر جالب در مورد کوادات خوندم خواستم در مارش برای شما هم کمی معلومات بدم چون بدانم که بعض شما ارز پول دارن دارین و پول یقینا یک از بهترین ارزهای مارکت هست یک از ارزهایی که زیاد سر و صدا نداره اما میزان توسعه و پیشرفتش خوبه بد نیست از او نسته که زیاد مارکتینگ کنه زیاد تبلیغات کنه شما بعضی ارزها رو داخل مارکت میبینین مارکتینگ تبلیغات خیلی زیاد انجام بده در ماه سپتام پول از نگاه فعالیت دیولپر از نگاه فعالیت توسعه دهنده داخل مارکت ارزش شماره یک بودم کادوت داخل مارکت از نگاه دیولپر ارزش شماره یک بده و در حال حاضر دوربر 500 تا 500 تا بلاکچین روی پولکادو کار میکنه و خزانه کاسموس که یک از پروژه است که در واقع اول از طریق کاسموس میایه روی کادوت کاسموس و کادوت هر دو تا اعلام کردن که کاسموس میخواد یا پولکادود 9.6 میلیون از هرس های پولکادود و کاسموس 346 هزار از هرس کاسموس برزش 72 میلیون دلار برای توسعه و پیشرفت اکوسیستم میدی تا ارز مصرف کنه خب خبرهای خیلی خوب برای پولکادود هستن نمیدانم شما یه ارز پول کادو دارین یا نه بعدش پروژه های انترابلیتی که بتونه با چندین تا پروژه همزمان کار کنه یقینا آینده خوب داخل مارکت داره مثل پول کادو، چین لینک، کاسموس، کوانت اینا کارش انترابلیتی هستن به نظر من پول یک دیگه از خوب مارکت هم. من خود یک مقدار پول دارم نه خیلی زیاد و در بازار خرسی بیت کوین خیلی زیاد خرید نکردم بعضی آب کوین های دیگر خرید کردم بر اساس کوین 98 انالیز انالیتیکس اینجا ارزهایی که بیشترین فعالیت پیشرفته بیشترین فعالیت از نگاه دیولپر از نگاه توسعه دهنده داشته برای ما رنگ کرده خب بدون شک ایتریوم همیشه وقت در لیست اول هسته در ویدیوهای قبلی هم همش برای شما گفتم دوباره هم میگم کاردان هم همیشه وقت در لیستی سه چهار پنج ارز بزرگ مارکت بوده از هر نگاه از نگاه ارزش بازار از نگاه دیولپر از نگاه پیشرفت از هر نگاه بعدش پول کادوت هستن شاید برای شما این مقدار سپرایز کننده باشه کاسموس هستن سولانا نیر هیلرا هش گرفت اینجا هستن ایلران خود بیت کوین پالیگون پالیگون اینجا این مقدار رتبه پایین تر گرفته یک مقدار حجیب بود من فیلم کنم پالیگان در یک رودبی بالاتر باشه سلو، الگوران، اولانج، وی، اپتیمیسم همین ارزه که ما برای شما در این ویدیو یوتیوب در موریش صحبت کردم گفت تایتل ویدیو هم گذاشتم ترین روش پول شدن با پول کم که همین ارز اپتیمیسم است بردان پیشنهاد میدم برین و ویدیو رو حتما ببینین در مورد استراتژیش هم صحبت کردم مینا، ترون، فانتوم شما کدام یک از این رو دارین خب چرا این مهم است ما الان در یک بازار خیرسی هستیم در بازار هستیم که فقط مارکت از نگاه توسعه میتونه زنده بمونه یا از نگاه توسعه زنده است از دیگه نگاه واقعا مرده از نگاه پرایس اکشن اینا مرده و فقط پروژه هایی که واقعا میخواید کار انجام بده در بازارهای خرسی بیت کوین توسعه و پیشرفت داره 99 درصد پروژه ارزش تال مرده من براتون میگم بعضیا در کامنت های تیک تاک اینستاگرام من سنگار که دیگه باز بعضیا می یعنی که تمام پروژه ارزش تال میره صفر میشه نه تمام پروژه ارزش سفر صفر نمیشه ما 13000 ارزش تال داخل کوین کیگو داریم که داخل کوین مارکت کم 20000 هستن و اینجا ما چند تا پروژه داریم که بیشترین میزان فعالیت از نگاه دیولپر داشته امیدوار هستم که ویدیو برتان مفید بوده باشه اگر بوده لطف کنین که ویدیو رو لایک کنین بچه ها کامن بنویسین حتما مرد در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام در نام یوتیوب مشتبه کاپیتال هستن تا ویدیوی بعد خدا نگهدار